تکرار سناریوی چند ساله اخیر در رابطه با کمبود برق در کشور. معاون هماهنگی توزیع توانیر از ناترازی 10,000 مگاواتی برق در تابستان امسال خبر داد. افزایش روزافزون مراکز تولید رمزارزها، افزایش مصرف برق خانگی، شدت گرفتن خشکسالی و فرسودگی نیروگاه‌ها از جمله دلایلی هستند که به گفته مسئولان کمبود برق در کشور را دامن می‌زنند. راهکار مقامات برای جبران این کسری هم تعدیل روشنایی معابر، جمع‌آوری رمزارزها و کاهش 50% برق ادارات با تغییر در ساعات کاری است. این در حالی است که اهداف دولت برای تولید برق در سالهای اخیر هم محقق نشده است. برای مثال در سال 1400 دولت توانسته تنها 1/3 خواسته ها و پیش بینی ها را به سرانجام برساند. ناکامی که سبب شده تا سخنگوی صنعت برق خبر از انعقاد قراردادهایی با کشورهای ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان برای خرید 500 تا 600 مگاوات برق در ماه‌های آینده را بدهد. و اینها همه در حالی است که وزیر نیرو کمتر از یک هفته پیش صنعت برق در کشور را صنعتی پر افتخار خوانده بود. ببینید، صنعت برق صنعت پر افتخاریه در کشور ما. در طول 4 دهه رشدهای چشمگیری در واقع ما در صنعت برق داشتیم و به حمدالله ما در اغلب تجهیزات صنعت برق الان خودکفا هستیم. در حال حاضر بیشتری میزان برق در نیروگاه‌های تولید می‌شود که با سوخت‌های فسیلی مانند مازوت، گازوئیل و گاز و با راندمانی بسیار پایین‌تر از حد استاندارد کار می‌کنند. در این میان سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در نیروگاه‌های جدید تنها 5% برآورد شده. سهم نیروگاه اتمی بوشهر هم با میلیاردها تومان هزینه و تولید زباله‌های هسته‌ای به حتی 2% هم نمی‌رسد. احداث سدهای بیشمار و بی‌حساب و کتاب که تخریب محیط زیست را هم به دنبال داشته، با توجه به خشکسالی‌ها عملاً نتوانسته به بالا بردن ظرفیت تولید برق کمکی بکنه و اکثر این نیروگاه‌ها با نصف ظرفیت کار می‌کنند. به باور کارشناسان، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، بادخیز بودن و بهره‌مندی از 300 روز آفتابی در سال می‌تواند یکی از پیشگامان تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در خاورمیانه باشد و علاوه بر تأمین مصرف خانگی به کشورهای دیگر هم برق صادر کند. اما به جای آن، مسئولان به فکر انتشار جدول خاموشی و افزایش تعرفه ها برای مشترکان پرمصرف هستند تا به احتمال زیاد تابستان امسال هم شاهد صحنه هایی از خاموشی و نارضایتی مردم باشیم. رکسانا خیرکار، واشنگتن.